اگه از هر پدری توی دنیا بپرسن با ارزشترین گنجت چیه، بدون شک میگه بچم. من خوشبختترین پدر دنیا بودم چون با ارزشترین گنج دنیا رو داشتم. ندا گنج من بود، خوشگلترین، مهربونترین و شیرینترین دختری که هر پدری آرزوی داشتنش رو داشت. ما بازرگان بودیم، روستا به روستا میرفتیم و خرید و فروش میکردیم. زندگی از این بهتر نمیشد. یک دختر خوشحال، یک پدر خوشبخت. اینکه اون شب منحوس رو تمام جزئیاتش یادم، دقیق مثل یک کابوس. راه زیادی رو اومده بودیم تا به یک روستای قدیمی رسیدیم، ولی انگار چند روزی بود که به صورت کامل ویرونه شده بود. ندا بودو بودو به سمت رودخونه رفت. چند دقیقه گذشت، خبری نشد. یک دفعه صدای جیغش اومد. تمام سرعت سمت رودخونه دویدم. یا خدا، ندا. تریپل استرایک نیشش زده بود. زهرش برای دختر 9 ساله خیلی قوی بود. این شب این موجودات کثیف بزرگترین گنج ما ازم گرفت، تمام دنیا ما. من ندای کوچیک هم ازم گرفت. این شب به خودم یه قولی دادم که منقرضشون میکنم به هر قیمتی که شده منقرضشون میکنم. هوا داشت کم کم صبح می شد. هنوز یه بدبختی تموم نشده بود که یکی دیگه لعنت بشو. زود باش تمومش کن. دیموت دیروگون عوضی بزن دیروگون. فرار کرد. رفت داداش. فرار کرد. داداش خوبی؟ چیه؟ آرمان اینجا زخمیه. چشمم که باز کردم توی کلبه بودم و دو نفر داشتم پشت سر من حرف می‌زدن. ببین آرمان، حقیقتا حس خوبی ندارم که یادم رندوم آوردین توی خونه. منم همینطور، ولی اونم مثل ما میتونه یه آدمی باشه که از دراگونا. خب ما از کجا بدونیم؟ چجوری بهش اعتماد کنیم؟ خب
دراگونا بهش اتک دادن. وقتی دراگونا بهش اتک دادن یعنی اونم از دراگونا متنفره، میدونی؟ شاید اون به ما مدیون باشه و کمک میکنه. بالاخره ما جونش رو نجات دادیم. اگه ما نبودیم الان شاید یه پی پی بود، پی پی دراگون. آره خب ببین مدیونتونم یه... ولی شما کی هستین؟ وات؟ بیدار شدی؟ داداش خوبی؟ قربونت. حالت خوبه؟ مطمئنی میتونی راه بری؟ خوبم، بهترم. آره پات زخم مگه نبود؟ الان چطوری؟ خوبی؟ آره بهترم. به امرالد؟ داداش امرالد داری؟ از روستا اومدین؟ تاجری چیزی هستی؟ آره من تاجرم، ولی شما حالی روستا این؟ ما اینجا بودیم، آره اینجا زندگی میکردیم. من زیاد به این روستا رفت آمد داشتم، آره شما رو ندیده بودم. آرمان تو اینو دیدی؟ هم بازرگانی باید اینو بودم. من با اینکه ماهی فروش معروفی بودم و خیلی بیلیت برای سفر کردم، شما رو تا حالا ندیدم. من سفر میکردم روستا به روستا، این برانور میرفتم و خرید و فروش میکردم. دیشب بود، پرشب. ببین الان هوا تاریکه و نمیدونم وضعیت خوبی نیست، بهتر بریم داخل و صحبت اونجا کنیم. آره نشستیم و صحبت کردیم. خب تعریف کن ببینم چی شد که به اینجا رسیدی؟ از اهالی روستا که فکر نکنم باشی. نه از اهالی روستا نیستم، تاجرم. چند سالی بود با دختر کوچیکم روستا به روستا سفر میکردیم، چیز میز میفروختیم این ور به اون ور. به روستای شما اومده بودم یکی دو بار، البته خیلی وقت پیش بود. دو نفرم میشناختم، یک دو تا کشاورز فقیر بودن، دنبال یه نقشه بودن، میخواستن زندگیشون از اون رو به اون رو کنن. آره یه نقشه طلا. خیلی دارم خواست خودم دنبالش برم، ولی خب خیلی احیانا اسم طرف قارچ یا اترک نبود؟ آره فکر کنم یه همچین اسمی داشت. قارچ. سرنشون سرویس. اونا که فقیر بودن چجوری از تو اینا رو خریدن؟ به هم چی داده بودن؟ یکی دو تا امرالدی که تعجیبشون بوده باهاشون تاق زدم سر یه نقشه گنج. یکی هم که صحبت کردی متوجه شدم که من اولین قربانی حمله دست جمعی تریپل استرایک ها نبودم. مثل اینکه حدود 2 سال پیش بود که به صورت ناگهانی و بدون هیچ دلیلی یه دست از تریپل استرایک ها به روستا حمله کردن. لیموتی از اهالی قدیمی روستا بود و یه جورایی تنها بازمانده. آرمان هم یه بازرگان بود که به دلایل تصمیم گرفته بود پیش لیموتی بمونه. ببین الان سوالی که پیش میاد اینه که اون اژدهایی که دخترتو کشت دقیقاً چه شکلی بود؟ از نژاد تریپل استرایکر بود. 3 تا نیش بزرگ داشت پشت سرش، دندونای بزرگ، دستای کوچولو، رونای قوی. نیش بزرگ، دست کوچیک. چه رنگی بود؟ قرمز. زنه شو، این همون عوضیه که روستامون آتیش زد. ببین باید انتقاممون ازش بگیریم. ببین من نمیتونم، نمیدونستم که میتونم بهشون اعتماد کنم یا نه، ولی مشخص بود که همونقدر که من از دراگون ها بعدم میومد اونا هم دل خوشی ازشون نداشتن. تصمیم گرفتیم یک بار دیگه قبل از تاریکی هوا توی روستا بگردیم، شاید بتونیم چیزی پیدا کنیم. اصلا نمیتونم نگاه کنم به این شو. من اینجا زندگی میکردم. نه بهترین جایی که میتونیم الان سر بزنیم خونه رئیس قبیله است. آره اگه چیزی پیدا بشه باید چیزا باشه. باید باشه آجی، این خونه هم بود. نه باورم نمیشه. اصلیت میگم مرد، هممون چیزایی از دست دادیم. سید هنوز زنده ای که زنده است. یه بازمانده پیدا کردم. بیاید بازمانده. اوه هنوز تو زنده ایش برام. خیلی کیوته. آزادش کنید آقا، آزادش کنید. آزاد شو. آزادی. کم کم داشت کارمون تموم میشد که با دراگونا. آهای کسی اینجاست؟ من اینجا گیر افتادم. صدا رو میشنویم؟ صدا؟ صدایی میاد. اینجا یکی زیر زمینه. داداش خوبی؟ تو زیر زمین. آره چی؟ چجوری زنده موندی؟ What? مگه میشه؟ من اومدم اینجا قضا پردارم، دراگون حمله کرد همه اینجا رو خراب کرد، اینا ریختش اینجا، دیگه نتونستم بیام بیرون. یک هفته است من اینجا. از هفته پیش اومدم. یک هفته؟ چجوری زنده موندی؟ هفته پیش اومدم اینجا قضا پردارم،
دیگه نتونستم از اینجا بیام بیرون. دراگون حمله کرد و همینجا رو خراب کرد. همون دراگون بودش که قبلا هم حمله کرده بود. یک سال پیش اینجا رو اومد خراب کرد. بچه‌ها بیاد پایین اینجا رو. از فضاهای اینجا. گفتم فکر خوبیه. برگشتم به روستا. اینجا کلی غذا هست. اسمت چیه؟ اسم من؟ من هم رجکسن. زیر اون پلای انبار مخفی بود. اکثر غذاش فاسد شده بود، ولی خب یه سری غذاهای خشک مونده بود، مثل اینکه کت خدای روستا به طرز عجیب و یه جورای ترسناکی کل غذاهای روستایی ها رو آورده بود اینجا جمع کرده بود، در صورتی که روستایی داشتن با بدبختی زندگی میکردن اون کلی غذا داشت. اورجکس هم آشپز کت خدای روستا بود که به دلایلی چندین سال پیش از روستا خارج شده بود و دقیقا همون شبی که اون اژدها به هم حمله کرد اونم به روستا برگشته بود، حدود یک هفته پیش. دقیقا همون اژدهایی که به من حمله کرد به اورجکس هم حمله کرد و اورجکس به زیرزمین مخفی که میدونست پناه برد و اون اژدها بهش حمله کرد و آوار روی درش ریخت و اون زیر گیر کرده بود. حالا اینکه به چه دلیلی از روستا خارج شده بود و چه رازی پشت پرده این کت خدای پول داره رو باید برین تو ویدیو بچه ها ببینین. آره، کانال همه بچه هایی که داخل این ویدیو هستن رو داخل دیسکریپشن میذارم، حتما برین کانالشون رو چک کنین و داستان خفن اونا هم ببینین. بریم سراغ ادامه. زکس، قبل اینکه با ما بیای خونه دو تا سوال ازت دارم. سوال اول، حاضری با ما همپیمان باشی و با ما ستا توی یه خونه زندگی کنی و برای منافعمون تلاش بکنی؟ آره، میتونم کمکت کنم. شما من نجات دادید، من به شما مدیونم. آقا یه لحظه یه لحظه بیاد شما اینجا با من بیاد. همینجا باش. آخو من به این اعتماد ندارم حقیقتش. ببینید، این سرآشپز رئیس روستامون بوده و وقتی ما توی قحطی بودیم این عوضی داشته برای این فقط غذا درست میکرده. ولی به نظرم بهش نیاز داریم. با اینکه خودش فقیر بود واسه رئیسش غذا درست میکرد. نمیدونم دیگه داستانش چیه، ولی نمیدونم بشه به آدمای رئیس روستا اعتماد کرد. شاید به خاطر خانواده‌اش این کارو کرده. ما نمیتونیم، ببین ما نمیتونیم یه بازمانده رو الان تک و تنها بذاریم بریم. ببین درسته منم بهش اعتماد ندارم، ولی میتونیم از منافع اینم استفاده بکنیم. شاید تونست کمکمون کنه. شاید تونست کمکمون کنه. اگه نتونست میتونیم شرشو بکنیم. موافقم. یه آشپز به درمون بخوره. حالا چهار نفر بودیم با یک هدف مشترک، کشتن تریپل استرایک ها. خیلی خوب پاپیروس، داستان اورجکس رو شنیدیم، برامون تعریف نکردی که چی شد که به اینجا رسیدی؟ من یه آدم عوضی بودم، یه بازرگان شیاد با زبون چرب و نرم. روستا به روستا میرفتم و مردم رو به روش‌های مختلف تیغ میزدم. قبل از اینکه صبح بشه و گندش در بیاد فلنگ رو میبستم، میزدم به چاک. چندین سال زندگیم به همین منوال گذشت. یه شب که توی مسافرخونه روی تختم افتاده بودم صدای در زدن آرومی رو شنیدم. اول فکر کردم خیالاتی شدم، ولی نه، همین جور صداش میامد. در باز کردم و یک دختر کوچیک پشت در بود. سر و ازش داغون بود، افتضاح ژولیده بود. از وضعیت پاهاش هم معلوم بود که راه زیادی اومده. همراهش نامه بود، ولی وضعیت نامش هم تعریفی نداشت. پر از گلولای بود و بقیهش هم خیس و پاره شده بود، ولی منظور رو رسوند. اون دخترم بود، دختری که حتی تا حالا از وجودش حتی خبر هم نداشتم. حتی برای آدم عوضی مثل من هم بیرون گذاشتنش بیرحمانه بود. صبحش رفتم و براش لباس نو یک جفت کفش خوشگل خریدم. به معمول میخواستم جای امرال چند تا سنگ که سبز رنگ شده بود به جاشون معامله کنم و اونجا بود که برای اولین بار اون صدا رو شنیدم، صدایی که انگار نمیذاشت این کار رو بکنم. هرچی سعی کردم نشد. نمیدونستم چی بود، از کجا با هم حرف میزد، ولی اون دختر باعثش شده بود. اسمشو گذاشتم ندا، صدایی از عالم غیب، صدایی که روح گناهکار پدرش رو پاک کرد و از اون روز زندگی مثل عسل شیرین بود. تا اینکه